توی تو این قسمت میخوایم در مورد رول یا قانون های اول توی اکسما صحبت بکنیم و بعد شروع بکنیم کار کردن یه دو تا ویدیو در مورد قانوناش بدونید و وقتی کد رو دیدید وحشت نکنید یا بکنید میام توی قسمت چیکار میکنیم میخوایم اول در مورد محتوای اکسما فایل صحبت بکنیم که میشه نوع محتواش که توی داخل اکسما فایل دیده میشه و بعد میخوایم در مورد تمام سینتکس اکسما صحبت بکنیم و این شامل قانون های تو در تو میشه و اتریبیوت ها میشه و غیره میشه اما میان تو این, قسمت بعدش میخوام چیکار بکنیم در مورد XML validation صحبت بکنیم که ببینیم که XML رو چجوری میشه نوشت ولیدیت کرد یعنی قشنگ با اعتبار درست کرد XML با اعتبار درست کرد که نشون داده بشه و بهتون میگیم که چطوری میتونید جلوگیری بکنید و کنسترینت uh, بکنید XML content رو یعنی محتوای XML رو چجوری بتونید uh, به صلاح جلوگیری بکنید نمایش داده بشه یا نمایش داده نشه و بعد میام در مورد چی صحبت میکنیم XML name spaces که این میشه چی uh, میشه avoiding coll collision with other XML syntaxes avoiding collision یعنی جلوگیری از برخورد با uh, سینتکس های دیگه XML. اما تو این قسمت میخوام در مورد تایپ نوع XML کانتنت صحبت بکنیم اینجا من یک جدولی رو به شما طراحی کردم که میتونیم نشون بدیم از بالا سمت چپ XML document declaration XML document declaration چجوری نوشته میشه اگر علامت کوچک تر رو بنویسید با علامت سوال باز بکنید و اون آخر آخر با علامت سوال و بزرگتر ببندیدش بعد بعد از علامت سوال بنویسید XML تگ XML باز کردید و دارید میگید که داکیومنت شما XML ورژن مساوی با 1.0 انکودینگ مساوی با UTF-8 استاندارد مساوی با YES همه اینا رو به شما آموزش خواهم داد استاندارد معنیش چیه انکودینگ معنیش چیه همش هم تو همین جلسه ورژن ورژن فقط یعنی که چند ورژن ما چیه ورژن تنها ورژنی که ما الکسمال داریم ورژن یک دیگه بالاتر از یک نرفت و این از این element and attributes element uh, attribute مثلا مساوی و چی element یعنی که مثلا یه تگی میشه اسمش element و attribute مثلا مساوی با چی یه مقداری که من نوشتم کامنت ها رو مثل uh, HTTP مثل uh, همون HTML نوشته میشه علامت کوچکتر، علامت تعجب دو تا دش اون دو تا دش حالا یه دونه دش نیست من دو تا دش گذاشتم خودش تبدیل کرده به یه دونه دو تا دش پشت هم دیگه یا دو تا هایفون پر سر هم دیگه this is a comment دو تا دش و علامت بزرگتر این کامنت های نظرات اینجوری می نویسید کراکتر دیتا که با علامت کوچکتر، علامت تعجب داخل یک گیومه یا square brace یا square bracket c data یا همون character دیتا نوشته میشه باید می نویسیم که this is a text and data character data یه من پس فولاد آسونیه بهتون یاد میدم چرا ما همچین چیزی می نویسیم این character data رو کجا میتونید ببینید و processing instruction که مثلا میتونید بنویسید یه spell checker مود و مود رو مساوی قرار بده با مثلا US English و entity reference entity reference رو هم بهتون توضیح میدم مثلا یه کرکتر مثل and dash یا میگم and pound sign 60 uh, بعد سمی کالان. یا مثلا جنر, جنرالش یا عمومیش مثلا and copyright سمی هستش خب حالا بیاید در مورد دونه دونه اینا صحبت بکنیم اول از document declaration document declaration اینجوری نوشته میشه uh, علامت کوچیک در و علامت سوال XML و بعد ورژن انکودینگ و بعد آپشنال استاندارد آپشنال استاندارد یعنی شما میتونید اون استاندارد رو داشته باشید بنویسید یس yes, یا نو no, یا اصلا نداشته باشید خب W3C گفته این آپشنال یعنی تکنیکلی آپشنال تو دی W3C ریکامند یعنی W3C خودش به شما پیشنهاد کرده که اگر داکیومنت شما XML هست این رو اون بالا بنویسید اگر هم ننویسید باز تشخیص داده میشه مثل داک تایپ ولی بهتره یه همچین چیزی رو بالا بنویسید تا XML خالی که با ورژن باشه حالا انکودینگ میتونه UTF-8 باشه UTF-16 باشه یا وسترن یا جاپانیز یا چاینیز یا عربی یا هر چیزی که دلتون بخواد ولی بهتر همون UTF باقی بذاریدش پس این هم از این Identify the files as XML documents یعنی چی؟ یعنی به داکیومنت شما به فایل شما میگه که چی؟ این داکیومنت شما XML هستش و برای شما یه جایی رو چیکار میکنه تهیه میکنه برای انکودینگ دستاندار استاندارد اتریبیوت یعنی یو تی اف بهش میگه که انکودینگ یا تبدیل کنه تمام اون استندالون اتریبیوت ها رو به صورت هر زبانی که خودشون نوشته میشه و باید حتما حتما در نظر بگیرید باید باید اول داکیومنت نوشته بشه اون بالای بالا یعنی یه دونه حتی وایت اسپیس هم نباید داشته باشه پشتش یعنی اون ایکس ام رو میبینید که علامت سوال و قبلش علامت کوچکتر است بین علامت علامت و داکیومنت هیچ چی نباید باشه یعنی اسپیس هم نباید بزنید پس اینو هم در نظر بگیرید بعد بگیم چی انکودینگ uh, اتریبیوتا رو میام توضیح میدیم انکودینگ یو 8 گفتم میتونید uh, چی باشه دیفالتش یو تی اف 8 uh, اگر ننویسید انکودینگ رو فقط بنویسید X علامت سوال علامت در علامت سوال xml و بعد بنویسید ورژن مساوی 1.0 ببندید هیچ دیگه ننویسید دیفالت قراردادی خودش انکودینگ رو مساوی utf8 میذاره ولی انکودینگ utf8 میتونید بذارید اگر نخواستید نذارید باز گفتم utf8 میذاره یا میتونید تغییر بدید utf16 یا هر چیزی دلتون خواست بذارید و The standalone attribute standalone attribute اینه standalone attribute یعنی استاندارد مساوی با yes این چی کار میکنه؟ این میاد توضیح میده که آیا داکیومنت باید توسط خودش تکمیل بشه یا نه اگر بذارید استاندارد yes توسط خودش تکمیل میشه اگر نذارید استاندارد yes توسط خودش تکمیل نمیشه پیشنهاد من که بذارید استاندارد مساوی با yes پس این از میام در مورد یا همون تگ ها صحبت میکنه هر موقع گفتم element یا تگ element یعنی عنصر ها تگ یا همون تگ ها هر موقع این دو رو گفتم این جفتش هم یه معنی رو میده element ها باید چی باشه ولید باشه یعنی اسمای ولید باشه نمیتونید مثلا بیاید چیکار بکنید از کلمات مثلا از اعداد استفاده بکنید اول میتونه عدد باشه ولی درست بعد از آندرسکور یا هر چیز دیگه که داره درست میکنید. میتونه شروع بشه با آندرسکور یا با هر کلمه دیگه یعنی A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q همینجوری تا آخر میتونه هر کدوم از اینا رو قرار بدید ولی اندرسکور هم میتونید قرار بدید اولش ها گفتم they, they, can begin with I know They وایش رو یادم رفته بودش بذارم اونجا ولی They can begin with underscore or letter پس اندرسکور و با هر کلمه میتونه شروع بشه ولی میتونه با هر کلمه یا مثلا دیجیت یا شماره یا نقطه یا هایفون یا اون خط فاصله یا اندرسکور ادامه پیدا بکنه مثلا میتونید بنویسید امیر 120 یا مثلا میتونید بنویسید امیر اندرسکور 120 یا مثلا میتونید بنویسید امیر دش 120 یا میتونید حتی بنویسید امیر نقطه 120 ولی اولش باید میتونید مثلا اندرسکور یا حروف باشه یا میتونید بنویسید اندرسکور underscore امیر نقطه 120 این همچین چیزی هم میتونید بنویسید و نمیتونید از اکس استفاده بکنید یعنی کلمه اکس چیه کلمه اکس رو نمیتونید داخل چی استفاده بکنید از داخل اون تگ استفاده بکنید بیا این هم از این اتریبیوت اتریبیوت ها چه جوری نوشته میشن دی are اسپسیفاید آن اوپنینگ المنت تگز میشه میگم که بعد از این که تگ رو نوشتید یه فاصله میدید و بعدش میتونید اتریبیوت بنویسید و باید اونا هم با لتر یا آندرسکور شروع بشن آندرسکور یا همون آندرلاین فرق نمیکنه تو ایران من یادم یاد, یاد میگفتن آندرلاین ولی اینجا میگن آندرسکور و اینا رو میتونید با لتر و آندرسکور تعریف بکنید اینا هم از اتریبیوت ها و اونا هم باز میتونه می دنبال بشه با عدد حروف خط فاصله نقطه و آندرلاین آندرسکورز و اتریبیوت uh, that begin with XML are reserved یعنی اتریبیوت رو نمیتونید درست بکنید با کلمه XML پس هر چیزی دارید درست میکنید غیر از اون تگ اولیه هیچ کلمه X بعدش M و بعد L رو نمیتونید جایی استفاده بکنید اینا ریزرو شده میگن مثلا میره توی رستوران میگن مثلا میز ریزرو شده اینجا هم همین مردم میده XML ریزرو شده لطفا ازش استفاده نکنید attributes appear only once on a given element یعنی اتریبیوت ها فقط یک بار اه, چیه only, اه, they appear only once on a given element فقط یک بار داخل اون Elementی که تعریف شده ظاهر میشه هر اتریبیوتی پس این هم بدن حالا در مورد کامنت ها میخوایم صحبت بکنیم کامنت زیاد چیزی نیستش دقیقا مثل HTML کامنت ها میتونید از چی استفاده بکنید علامت بزرگتر علامت تعجب دو تا دش کامنت و بعد دو تا دش علامت بزرگتر این کامنت رو اینجوری می هم همه جا هم, هم توی HTML هم توی XML پس این از این حالا در مورد کرکتر کرکتر دیتا سیکشن میخوام صحبت بکنیم یا سی دیتا اینو خوب توجه بکنید که خیلی به درتون می چون ازش استفاده خواهید کرد کرکتر دیتا part of document but not parsed by XML parse یعنی سی دیتایی که شما می داخل گیومه جزو داکیومنته مثل کامنت ها خب ولی توسط XML پارس نمیشن میتونید داخلش هر چیزی دلتون خواست میتونید بنویسید حالا شاید با خودتون بگید که چرا این همچین چیزی رو من بنویسم چرا نرم مثلا داخل کامنت بنویسم خب الان متوجه میشید چرا و اینجوری نوشته میشه اول بدونید که علامت کوچکتر علامت تعجب گیومه سی دیتا گیومه دوباره باز and, and end with دو تا گیومه رو بسته میشه و بعد علامت بزرگتر این رو اینجوری نوشته اما اون جایی که من نوشتم and end with اونجا میتونید کودتون رو بنویسید حالا چه کدی typically used to contain on, uh, on, on space data. برای چی استفاده میشه معمولا استفاده میشه که چیکار بکنه مثلا یه سری textual دیتا رو در خوش بده مثلا اینجا مثالش من بهتون زدم مثلا شما میخواید یه تگ اسکریپت دارید خب تگ اسکریپت رو باز میکنید من اینجا نوشتم not parsed so and and are legal مثلا داخل تگ HTML شما میتونید یه تگ script بنویسید درسته وقتی از توی HTML دارم میگم نه XML HTML داخل HTML اگه از تگ script دارید استفاده میکنید HTML میدونه که چیزهایی که داخلش هست, هستو رو نباید پارس بکنه پارس یعنی تجزیه کردن نباید پارس پارس بکنه پس این HTML میدونه اما XML نمیدونه گفتم بهتون که شما میتونید تگای خودتون هم استفاده بکنید پس برای استفاده کردن از جاوا اسکریپت یا اسکریپت جا... میتونید چیکار بکنید داخل اه... سی دیتا اینجوری استفاده بکنید که مثلا برید بنویسید اه... علامت کوچیک در سی دیتا بعد فانکشنتون رو داخلش بنویسید و بعد اونجا ببندید و این متوجه میشه که چی این کد رو نباید پارس بکنه ولی این کد رو اگر داخل کامنت بنویسید پارس نمیشه ولی داخل سی دیتا بعد بعدها میتونید ازش یه جای دیگه استفاده بکنید مثل اسکریپت استفاده بکنید ازش خیلی 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 مهمه سه ست سه ستاره مهم که میتونید یه همچین استفاده رو از این سی دیتا بکنید پس این از این. حالا پروسسینگ اینستراکشن پروسسینگ اینستراکشن اسپیشال اینستراکشن تو تو دی ایکس ام ال پارسر میشه یه سری دستورات مخصوص رو به ایکس ام ال پارسر میده همونجوری که بهتون گفتم اسپل چکر مود که ما گفتیم مثلا لنگویج مساوی با انگلیش یو مثلا به ایکس میگفتش که چی مثلا لنگویج یا زبون انگلیسیه و یه همچه فرمی رو داره خیلیتون شاید بگید که خب این خیلی شبیه به اون تگ اولیه ایکس ام و بعد بهتون میگم درسته این همون میمونه ولی خب مثلا تارگت نیم رو اول مینویسید و اینستراکشن دستور رو بعد از اون مینویسید مثلا تارگت میکنید با دیدید که من یه مثال درست کردم براتون language uh, یا spell چک مود که اون تارگت نیم بود و بعد language مساویه با انگلیش US یا language مساویه با فارسی ایران و اینستراکشن همون language میشه تارگت name هم همون اسپل چک میشه میاد برای شما چک میکنه که چجوری برای شما چیکار کنه غلط املایی بگیره و اه, گفتم که از XML باز نمیتونه استفاده بکنید چون ریزروه و میتونه با هر عدد و حروفی چی بشه دنبال بشه اون تارگت نیمتون هر چی میخواد باشه باشه اسمشون رو دیگه من خیلی رو ندیدم دیگه بیان عدد برای تارگت نیم و اینستراکشنشون اضافه بکنن من بیشتر از حروف استفاده میکنم شما رو نمیدونم پس این هم همون مثالی که به شما زدم سپل چک مود میشه چی سپل چک مود همون تارگت نیم اون بالا دو تا سبزا رو میبینید سبز بالای تارگت نیم اسپل چک مود هست اما اینستراکشنش مساوی با چی مودش انگلیش جی بی یا انگلیش گریت بریتن یا همچین چیزی و در آخر هم در مورد انتیتی صحبت میکنیم اینا کمک میکنه که تمام موجولایز اکس امال داکیمنت رو کوتاهتر بکنه انتیتی ها یعنی میاد اه, موجولایز اکس امال داکیمنت رو که حالا بعدها خواهید دید اگر متوجه نشدید باز هم ایرادی نداره کوتاهتر میکنه یه چیزی مثل اه, مثلا همون اه, چیزی بگم پاوند ساین و اون شستی که بتون به شما گفتم حالا مثالش اینجا زدم براتون uh, ولی خب پروواید مارک اپ فور اوذروایز ایلیگال میتونه یه مارک برای ایلیگال کراکترها درست بکنه و ج... دو نوع هم هست یکی از اس... یکی از اسمش جنرال انتیتیز که میاد جایگزین میشه و تجزیه میشه توسط فول استرینگ یعنی استرینگ های خیلی آ... کامل و تکمیل شده و اگزمپلش هم اینه مثلا and copyright or and author میاد که مثلا کپی رایت نشون بده یا author یه چیزی هست به نام not breaking point not breaking uh, space non breaking point space توی HTML که yes. هست and NBSP semicolon یه هم چیزی رو دیدید اونو بهش میگن چی؟ general entities میاد برای شما یه فاصله توی HTML درست میکنه یا uh, copyright مثلا یه سی درست میکنه دورش یه دایره بهش میگن کپی همچین چیزی درست میکنه به اینا میگن انتتیز اما یه دونه دیگه هم داریم که اینجوریه کاراکتر انتتیز و اینجوری نوشته میشه خب این هم از انتتیز تو این ویدیو چیز دیگه نمونده میریم تا ویدیوی بعدی